هزینه هزینه گوش بده بچه آمده 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 حاضری؟ برو بریم برو یک گی چند روز پیش شبکه مناطق مستند فخش میکنه به اسم مثلث عشقی نافرجام از محمد خردادیان. خیلی آمن محمد خردادیان رو با رقصیدن میشناسن. میدونم الان میخواید بهم کلی فوش بدید که ای تو هم میخواید تبدیل کنی فسادو. به جای آقای خردادیان اگه شما آقای پهلوان احمدی رو بذاری هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر چنین داستان جذابی داشته باشه پهلوان احمدی فوق العاده جذابه. به جای که بشینی اون وکیله رو ببینی که با 2 ساعت تاخیر میره تو دادگاه، بعد برای قاضی هم هارت و پورت میکنه، بعدم همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه. سیستمی که آقای جمیلی شما برو کامنت های اول پست های همین سریال رو ببین تو اینستاگرام، نوشتن که یه جوری شهاب حسینی بازی کرده که انگار مثلا 30 سال وکیله. باور کن همین داستان قدرت اینو داره که مثلا یه فیلم حتی هالیوودی بشه. تو ایران خودمون داشتم فکر میکردم آقا داستان عاشقانه خوبی که دیدی چی بوده؟ نه بر من بنویسید اینو. من سرچ کردم از معتبرترین سایت جهان از فیلم ها اومده مثلا تو این رنکینگش فیلم ایتالیا رو گذاشته 4، یعنی اینقدر اوضاع خیته. فیلم در دنیای تو ساعت چند است که آخرین چیز خوبی بود که کلا من از سینما ایران دیدم. بفری کاجها معمولا اینه که میگم فساد اینا خبر ندارن که یا داداششون یا نمیدونم با یه نسبت خیلی مهمشون عموشون یا بچهشون هست و بهش نگفته، یعنی این هنوز اینو خیلی درک نکردن. حالا من نمیخوام از حقوق اونا دفاع کنم چون اصلا خودم که نیستم، ولی اینو باید درک کنیم که خیلی ها بهت نگفتن خیلی چیزا رو، فکر نکن همه چی رو میدونی. خیلی خلاصه من بخوام داستان رو توضیح بدم. خب خردادیان وقتی که تو ایران بوده در جوانی خودش که وقتی بالا عکسش رو میبینیم انگار 50 سالشه طرف. تولد 19 سالگی من بود. عاشق یه پسری میشه به اسم ابراهیم. خب انقلاب میشه، اینا ازدواج میکنن هر دو. خردادیان هم مسیر زندگیش عوض میشه، با زنش میره انگلیس، بعد میره آمریکا. یک اتفاقی بین ابراهیم و این خردادیان میفته وقتی که تو ایران بودن. وقتی صدای این بشر رو آدم گوش میده ابراهیم، که منقلب میشم وقتی اون صدا رو من گوش میدم، در واقع کاست هایی که ابراهیم به خردادیان داده و هنوزم داره گوش میده، محو این دوستی میشم. حالا دوستی دوتا پسر معمولی رو شما فرض کن. ابراهیم نمازخون بوده و رقاص ورزشکار، مثلا میرفتن لبه دریا کشتی میگرفتن. یه چیزی که واقعا خودم به عنوان یه دهه 60 نمیبینم، من متولد 69، پرستیج طرف بی نظیره. واقعا منی که دارم دقت میکنم تو همنوع خودم نمیبینم، یعنی تو نسل جدید اینا اصلا انقدر آدم پخته یه بابا 20 سالته. فقط یک کلمه من مدرو به تو میسپارم. چیزی که باعث میشه اینا به هم نرسن، اتفاقاتی که پشت هم میفته و شما توی مستند خیلی راحت دارید گوش میدید و میبینید ازش میگذرید، آدمو تکون میده. کافی فقط انسان باشیم تکون میخوریم. در چیه؟ وقتی عاشق کسی هستی ولی اینو نمیگی، به سادگی ازش میگذری. کی میفهمی؟ وقتی که تو جایگاه خردادیان برسی، یعنی وقتی 60 سالت شد که نوشته الان وقت نام نوه داشتن تو بری نام دعای کامل اینا بخونی، و الان وقتی به گذشتت نگاه میکنیم که ای دل غافل یکی بود هیچ وقت بهش نگفتم دوست دارم، شاید وقتی 30 سالت شد 40 سالت شد یه جوری دیگه نگاه کنی به اون آدمای گذشتت. عشق ملکوتی رو شما میتونید جوری تفسیر کنید که حاضرید تمام زندگیتون رو به پاش بریزید، یعنی دیگه زندگیتون بی‌معنا میشه بدون اون. ماجرای تفاوت ژنتیکی و حالا به قول دوستان انحراف باعث آسیب چه گروهی میشه. قالب فکریمون یه قالب بسته‌ای بوده که 40 سال بعدش توی کامنت ها میتونه این قالب بسته رو همچنان ببینی. در واقع از هر دو طرف داریم میفتیم دیگه، یه گروه افراطی اینوری هن یه گروه افراطی اونوری هن که به انحراف افتادن و اینا. ای این درک شعوری که به نظرم شاید این مستند بهت بده، شاید یکم یک دری رو وا کنه. خب این تاریخ داره، تمدن داره، ریشه داره، حالا شما انکارش بکن. من 3-4 روز درگیری دارم. دیشب یه فیلم شاهکاری دیدم از برگمان، اینجا میذارم، یه فیلم سورئاله. تو هم بهتون پیشنهاد میکنم خیلی صادقانه
هر چی که تو دلمه میام با شما در میون میذارم. ویدئوام هم بعضا خیلی ربطی به هم ندارن، یکی سینماست یکی فلانه، گفتگویی که میخوام با شما داشته باشم. بخاطر همین خیلی خوشحال میشم شما مشارکت کنین، نظر بذارید و بریم جلو. خیلی ممنون، مرسی، خدافظ. یه عشق تمیز بود و همیشه عاشقش بودم، هستم و خواهم بود.